سلام بچه ها، به ویدیو خوش اومدین. خیلی سریع بریم سراغ اخبار. اگه دوست داشتین این پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش که خبر زیاد داریم امروز. ابتدا درباره دربی پایتخت یه چیزی بگم. خب آبی ها میزبان این بازی هن و ورزشگاه عراق رو برای برگزاری این مسابقه انتخاب کردن. امروز هم رسما این موضوع تایید شد و به این ترتیب دربی رفق در ورزشگاه عراق برگزار خواهد شد. حالا یه سری هم حرف و حدیث به وجود اومده بعد از این تصمیم. اونم اینه که استقلال و جواد نکونام به این دلیل ورزشگاه عراق رو برای دربی انتخاب کردن که چون این ورزشگاه برای پرسپولیس خوشیوم نبوده و این تیم چند بار اونجا شکست خورده، به همین خاطر استقلال اونجا رو انتخاب کرده. حالا من این موضوعات رو تایید یا رد نمی‌کنم، فقط خواستم بهتون بگم. به هر حال در زمان سرمربیگری نکونام در استقلال همیشه این حرف و حدیث‌ها و خرافات اطراف تیم استقلال شنیده شده و حتی چند بار افراد نزدیک به باشگاه هم این مسائل رو تایید کردن. خلاصه که من بیشتر چیزی نمیگم، قضاوت درستی و غلط بودنش هم با خودتون. راستی که وینگامگو هم رسما به نساجی قائم شهر پیوست. همونطور که قبلا هم گفته بودم تست پزشکی این بازیکن تایید شده بود و مشکلی نداشت. اما جواد نکونام دیگه یامگا رو نخواست تا در نهایت این بازیکن با قرارداد یک ساله به قائم شهر بره. اما درباره پرسپولیس کمی صحبت کنم. خب از بازی زیبای پرسپولیس جلوی الاهلی صحبت کردم تو ویدیو قبل. همه هم دیدید بازی رو که پرسپولیس چقدر خوب بود. قرمزها تنها مشکلی که در حال حاضر تو ترکیبشون دیده میشه همون در خط حمله است که البته لوکاس جواو تو اون 10 دقیقه‌ای که بازی کرد امیدوار کننده نشون داد و تونست خودش رو در موقعیت گل قرار بده. به نظرم در ادامه فصل جواو به شدت میتونه به پرسپولیس کمک کنه. اسکواد پرسپولیس هم به نظرم در حال حاضر خوب و بالانسه، فقط یه مشکلی که هست اونم اینه که دفاع راست ذخیره برای ایوب ندارن. الان مثلا ایوب یه مسئولیت کوچیکی داشته که تو تمرینات زیر نظر کادر پزشکی بوده. خب این موضوع کادر فنی پرسپولیس رو به شدت نگران کرده چون جایگزین مناسب وجود نداره. اما در کل اگه بخوام بعد از این چند هفته نظرم رو درباره پرسپولیس گاریدو بگم، خیلی به نظرم قرمزها امیدوار کننده نشون دادن و هنوزم کامل اوج نگرفتن. من فکر میکنم باید منتظر یه پرسپولیس ترسناک در فصل جدید باشیم. اما مسئولان باشگاه استقلال در آخرین اقدام نقل و انتقالاتی به دنبال جذب جوئل کوجو مهاجم تیم ملی قرقیزستان هستند. این بازیکن گویا مد نظر استقلال بوده و با آبیا مذاکراتی هم داشته. 26 سالشه، قدش 174 سانتی متره و ارزشش در ترانسفر مارکت 450 هزار دلاره. حالا در کل فارغ از این که این مهاجم جذب بشه یا نه، به نظرم استقلال به یه مهاجم ششتون قطعا نیاز داره. پارسال من گفتم که بلانکو به تنهایی نمیتونه نیازهای استقلال رو در خط حمله برطرف کنه. خیلی حرفم رو قبول نداشتن، اما حالا این فصل این موضوع به طور کامل ثابت شده که بلانکو به تنهایی توانایی نداره که مشکل استقلال رو در خط حمله کامل برطرف کنه. راستی اینم بگم که سینا اسدبیگی که این مدت اخبار جدایی شنیده میشد، امروز به طور رسمی و توافقی با باشگاه پرسپولیس فصل کرد. دلیلش هم که خب اینه که خود سینا دوست داشت بمونه، اما با توجه به بازگشت میلاد سرلک و جذب سعید مهری، مدیریت باشگاه تصمیم گرفت که با همکاری خودش با اسدبیگی پایان بده. رضا درویش هم امروز یه جلسه با گاریدو داشته که درباره آخرین شرایط تیم صحبت کردن. گویا گاریدو درخواست کرده که باشگاه با توجه به فشردگی مسابقات و وجود یه جای خالی تو لیست بازم بازیکن جذب کنه، اما برای این موضوع عجله‌ای نداشته باشه تا یه بازیکن با کیفیت بالا به پرسپولیس اضافه بشه تا بتونه به تیم کمک کنه. نکته جالب درباره پرسپولیس نسبت به استقلال به نظرم رابطه خوب مدیر و سرمربی تیمه. اینطور که معلومه گاریدو و درویش تعامل خوبی با هم دارن که این موضوع میتونه به قرمزها حسابی کمک کنه. حالا بریم با هم نظر پیشکسوتان سرخابیا رو درباره آخرین وضعیت این دو تیم با هم ببینیم. فقط قبلش اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودی ممنون میشم این پست رو لایک کنی تا بریم سراغ ادامه ویدیو. نتیجه خواهد گرفت. آرامش نداشت ولی آخرش جمعش کردیم، یه خورده به تیم آرامش دادیم. خب خود مسئولین باشگاه، مدیریت باشگاه و خود سرمربی، تیم، کادر فنی و آخره کمک کردن، یه اتحاد یه دلی به اتفاق بازیکن‌ها ایجاد شد و دل مردم شاد کردن.
من خواهشم اینه، من چون خودم خیلی تلاش کردم تو این مدت که این اتفاق بیفته که دوستی ها بیشتر بشه، ولی خب میگم هر وقت این استقلال آرامشتون تیم بسیار خوبی داریم، آرامش داشته باشه تیم نتیجه خواهد گرفت که الان داره، انشالله آرامش ازش گرفته نشه. جواد نکونام یه صحبت هایی کرد بعد از بازی، نشون میداد هنوز مطمئن نیست از سمت مدیریت و مالک باشگاه. ببینید خواهر مربی اینجوری تو جواد، من میدونم چون باش در ارتباط هستم، خیلی تو فشار بود، خیلی تو فشار، من خودم جاش میذارم تو فشار بود، هر روز یه مربی براش درست میکرد. حالا تو فضای مجازی شاید باشگاه هم نظرش این نبوده، چون من با باشگاه صحبت میکردم اصلا صحبت از مربی اینا نبوده، ولی کلن فشار بود چون تو رسانه ها میگفتن و این مربی بهش فشار میاد و اون انگیزش رو کم میکنه. من خودم رفتم سر تمرین باش صحبت کردم، با بچه ها صحبت کردم، یه مقدار خود با مدیریت صحبت کردم، با آقای شهریاری مستقیم در ارتباط هستم صحبت کردم که بالاخره به فکر هوادار باشم. به نظرم پرسپولیس بی نظیر بازی کرد، فوق‌العاده بازی که من سالیان سال بود که شاید این نوع فوتبال از پرسپولیس ندیده بودم. خودم موقعیت‌های خیلی زیاد ایجاد کرد، از اینکه ما نتونستیم این بازی رو ببریم فقط یه دلیل داشت، توپامون وارد دروازه نشد و همیشه این اتفاق نمیفته. تبریک میگم به استقلال، برد استقلال رو تبریک میگم، بازی خیلی خوبی رو انجام دادن. فقط مشکل اصلی ما نبود زمین مناسب که هم استقلال هم پرسپولیس بتونه تو ادامه راه موفق بشه. اکثر تیمامون، تیم ملیمون همین مشکل دارن. ما دیدین شما پرسپولیس به نظرم 80% اون بازی زیبایی که انجام داد مربوط میشد به زمین خوبی که در اختیارشون بود و شما استادیوم دیدین، استادیوم الاهلی فوق‌العاده است، امکاناتشون به روزه. ما این مشکلات رو تا زمانی که حل نکردیم فوتبالمون پیشرفت نخواهد کرد. اتفاقات هفته گذشته به اضافه سوژه شبکه‌های خارجی و رسانه‌های خارجی شد و اتفاقات افتاد، چی اینا رو چطور بررسی می‌کنید؟ میگم اتفاقات که باعث شد عزیزانمون مصدوم بشن، آسیب ببینن، از یه طرف واقعا خنده داره که این اتفاقات تو جامعه ما میفته، تو کشور ما میفته. کشور ما 30-40 سال 50 سال قبل از همه اینا جلوتر بود از همه لحاظ، بعد روز به روز ما پسرفت کردیم. الان شما کشورهایی که شاید به اندازه یک شهر کوچیک ما جمعیت ندارن، چه امکاناتی که برای خودشون ایجاد کردن، این مایه تأسفه. بعد دست به دست هم بدیم، من نمیدونم از کجا باید شروع کنیم. ما دنبال، شما دنبال قهرمان میگردین، من میگم ایراد کارم اینه که من 10 سال پیش مصاحبه کردم، شاید خیلی ها به من خندیدن که ما برای پرسپولیس میخوایم مربی تاپ لول بیاریم. من گفتم قبل از اینکه مربی تاپ لول بیاریم، بیایم زمینمون رو درست کنیم. اون مربی که میخوام بیاریم اینجا میخواد ما رو تمرین بده. گفتن شما واقعا امکانات حرف اول آخر میزنه، اگه امکانات سخت افزاری خوب نداشته باشیم به نظرم حتی بهترین مربی دنیا هم نمیتونه به ما کمک کنه. و این اتفاقات هم شما فرمودیم برای خود منم خنده داره، امیدوارم که از این اتفاقات نبینیم دیگه، فقط مایه تأسفه. آقای هلالی، عدم خودباوری درون باشگاه پرسپولیس از چند روز قبل از این بازی به وجود اومده بود، ترسی که از نام الاهلی درون باشگاه پرسپولیس گذاشته بودن، فکر نمی‌کنی این عوامل خیلی موثر بود در اینکه بازیکنان پرسپولیس نتونن اون تمرکز کافی تو این بازی داشته باشن؟ به نظرم من خودم هم بگی وقتی با یه تیمی بازی می‌کنی، تیم بهترین بازیکن‌ها رو داره، رفته تمام بازیکن‌هاشون فوق‌العاده بودن از نظر اسمی، از نظر رقم قرارداد و چندین و چند سال فوتبال بازی کردن، بالاخره یه استرس قبل از بازی حاکم میشه به بازیکن. ولی من خیلی درود میفرستم به کادر فنی که تونسته بودم با بچه‌ها اینقدر خوب صحبت کنم. وقتی بازی شروع شد، اون گلی هم که ما دریافت کردیم شاید تو اون لحظه از بازی نبود، امکان نداشت ما گل بخوریم و دقیقه اول بازی بود، یه ذره تمرکز تیم ما شروع بازی بود به هم خورد. بچه‌هامون بی‌نظیر بازی کردن، اصلا انگار اون اسامی جلوشون نبود، اون تیم جلوشون نبود، هر چی خواستن انجام دادن. ولی خب
تبدیل به گل نشد و جای بیرانوند رو پر بکنه. به نظرم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. یه مقدار بازی با پا ما باید کار کنیم، بیشتر باید کار کنیم. من خودم تصور نمی‌کردم به این زودی جا بیفته. مهم اینه که این کسایی که میمونن برای من بازی میکنن، برای تیم ما بازی میکنن. مهم این افرادم، ما با تمام وجودمون باید حمایت کنیم و انشالله روز به روزم بیشتر. نظرتون در مورد بخش هجومی پرسپولیس میفهمید؟ توی چهار تا بازی که کردن مهاجمای پرسپولیس، عیسی آل کثیر، علی علیپور و لوکاس جوآو هنوز موفق به گلزنی نشدن. یه مقدار تازه شکل گرفتیم، ما اینا رو تازه آوردیم، همشون تازه جذب باشگاهمون شدن. درسته قبلا حضور داشتن، یه مقدار فرصت بدیم. اینجوری آمار ارقام و وقتی جلو خود بازیکنم قرار بدی، یه مقدار استرسش بیشتر میشه. من خیلی فوق‌العاده دیدم، حتی مهاجمیمونو فوق‌العاده دیدم. فقط ضربات آخره که ما باید تمرین زیاد بکنیم، انشالله اینم درست میشه.